خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از سری ویدیوهای حقایق جهان. تو این قسمت یه ویدیو از حیات وحش و اتفاقات جالبی که داخلش رخ میده رو براتون آماده کردیم. یکی از این صحنه‌های باور نکردنی و نایاب درگیری میمون و مار پیتون هستش. اگه به این سبک ویدیو علاقه دارید و کنجکاو هستید که ببینید در نهایت سرانجام میمون و مار چی میشه، تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اما قبل از هر چیزی ازتون میخوام لطفاً همین الان ویدیو رو لایک کنید و اگه توی کانال سابسکرایب نکردید روی می سابسکرایب بزنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدیمون بهتون پیشنهاد داده بشه. مرسی که بخواستم عمل کردید. خب بریم ویدیو رو ببینیم. گوریل ها و میمون ها موجوداتی هستن که معمولا به صورت اجتماعی زندگی میکنن و همیشه همدیگر رو از خطرات باخبر میکنن. و علاوه این، به خاطر اینکه این موجودات قادر هستن که از درخت بالا برن، به خاطر همین از دست خیلی از شکارچی ها خودشون رو در امان نگه میدارن. اما بعضی از شکارچی ها قادر هستن که از درخت بالا برن و صیدشون رو روی درخت هم شکار کنن. با این وجود معمولا ما کمتر شاهد شکار یک میمون توی طبیعت هستیم. آن همونطوری که گفتم، میمون ها معمولا به صورت اجتماعی زندگی میکنن و بلافاصله همدیگر رو از خطرات با خبر میکنن و تا قبل اینکه صیاد شکارشون کنه از مهلک فرار میکنن. اما گاهی اوقات اشتباه برخی از میمون ها یا حس جسارت و جنگندگی که در اونها وجود داره باعث میشه که در مقابل این شکارچی ها مقاومت کنن یا حتی به خیال خودشون سعی کنن که اون شکارچی رو شکار کنن. همونطور که توی این ویدیو میبینید، یک میمون که معمولا غالبا هم میمونهای جوونی هستن با یه مار پیتون عظیم و جسه در حال مبارزه هست. آیا به نظرتون اون موفق میشه که مارو شکست بده و فراری بده، یا حتی اون رو شکار کنه، یا اینکه در نهایت مار اون رو خواهد بلعید؟ درسته که میمونها موجودات گوشتخواری هم هستن و دندونهای تیزی دارن، ولی چیزی که منطقیه اینه که مار پیتون خیلی از اون قوی تره و میتونه به راحتی اون رو شکار کنه و فقط دنبال یه فرصت کوچیک میگرده تا زهرشو به میمون بزنه و بعدش هم اون رو در بین عضلات قوی خودش خفه کنه و همین باعث میشه که در نهایت میمون شکست رو بپذیره، چون واقعا کاری از دستش بر نمیاد. اما اجتماع میمون ها که شاهد این مبارزه بودن بلافاصله خودشون رو به مار میرسونن و سعی میکنن که میمون رو از دست مار فراری بدن. اما به خاطر ابعاد و قدرتی که مار داره، میمون ها موفق نمیشن که اونو نجات بدن و حتی اگر موفق هم بشن دیگه فایده ای نداره، چون میمون بر اثر زهر مار کشته شده و پس از کمی تقلا کردن ناامید میشن و فقط تماشا میکنن که چطور مار میمون رو میبلعه و مار هم پس از اینکه کامل میمون رو میبلعه به آرومی از اون محل فاصله میگیره و اونجا رو ترک میکنه و در این حالت مار یه حالت بی‌دفاعی داره و فقط سعی میکنه به یه گوشه بخزه و در اونجا منتظر بمونه تا شکارش حذف بشه. گاهی اوقات این پروسه حذف شدن حتی تا چند روز طول میکشه. تو این زمان باید مار شانس بیاره و گیر شکارچی های بزرگتری نیفته. اما از شانس بعدش چند شیر متوجه اون شدن و به سمتش حمله میکنن. همونطور که میبینید، مار توانایی دفاع از خودش رو تو این حالت نداره و حتی نمیتونه پا به فرار بذاره. و شیرها هم که اینو میدونن، با خونسردی تمام به آرومی مار رو شکار میکنن و شروع به خوردنش میکنن. احتمالاً بعضی از شما الان از سرنوشت مار دلتون خنک شده و لذت بردید که شیرها شکارش کردن. ما باید بدونید که حیات وحش به همین حد بی‌رحمه و هیچ قاعده و قانونی درش حکم فرما نیست. دائماً باید مراقب شکارچی‌های قوی‌تر از خودت باشی. در ادامه هم چند صحنه شکار دیگر رو براتون میذارم که قطعاً جالب توجه خواهد بود. یکی از این صحنه‌های جالب شکار گراز توسط پلنگ هستش. قطعاً تعجب خواهید کرد اگه بدونید که یکی از جذابترین شکارهای پلنگ ها چه موجودی هستش. از دوستانی که میدونن میخوام همین الان توی کامنت برام بنویسن که پلنگ دوست داره چه موجودی رو بیشتر از همه شکار کنه. پلنگ ها و یوز پلنگ ها یکی از سریع ترین شکارچی هایی هستن که توی طبیعت وجود دارن. معمولاً برای شکار کمین میکنن و وقتی که به شکارشون کاملا نزدیک شدن، شروع به حمله به اونها میکنن. گراز های وحشی برخلاف ظاهرشون که به نظر میاد دونده های خوبی نیستن، اما خیلی خوب میدونن و میتونن به راحتی از دست شکارشون فرار کنن و به سادگی نمیتونن شکارچی ها اونا رو شکار کنن. گراز ها همینطور یه روحیه مبارزه با شکارچیشون رو دارن و حتی گاهی اوقات دیده شده که صدمات سنگینی رو به شکارچی هاشون وارد کرده. اما یه پلنگ بالغ بر اساس قدرت و توانایی که داره و همینطور تجاربی که به دست آورده، میدونه که چطور باید یه گراز رو شکار کنه.
میکنه. اما گاهی اوقات وقتی گرازها هم با هم متحد میشن، باعث میشن که جلوی شکار شدن رو میگیرن و در مقابل پلنگ مقاومت موثری دارن. و همینطور که گفتم چون گرازها روحیه جنگنده ای دارن، به همین راحتی ناامید نمیشن. تا جایی که میتونن با شکارچی مقابله میکنن و حتی سعی میکنن به اون آسیب برسونن تا بتونن از دست شکارچی خلاص بشن. اما در نهایت توی این دنیا اونی موفق میشه که قوی تره و هوشمندانه عمل میکنه. این قانون حتی توی حیات وحش بدون قانون هم صدق میکنه. یک دفعه شانس با گراز یاره و باعث میشه که اون فرار کنه و گاهی اوقات هم پلنگ موفق میشه که اونو شکار کنه. خب حالا بعد این چند شکار میخوام یه ویدیوی بامزه بهتون نشون بدم که یه خورده حالتون عوض بشه. در ادامه هم چند تا صحنه از یکی از شکارچی‌های ترسناک و عجیب حیات وحش براتون میذارم. اون هم اژدهای کومودور هستش که حتی شیرها هم جرأت حمله به اون رو ندارن چون میدونن که به شدت سمی و خطرناکن. در ادامه چند تا از صحنه‌های شکارشون رو با هم دیگه ببینیم. همونطور که میبینید حتی شیرها هم با احتیاط بهش نزدیک میشن. و اون میتونه با دم قدرتمند شکارچی ها رو از خودش دور کنه. در اینجا مبارزه یه بز وحشی و اژدهای کومودور رو میبینیم که در نهایت اژدهای کومودور میتونه اون رو شکار کنه. فقط کافیه که اژدهای کومودور یه قسمت از بدن شکار خودش رو گاز بگیره و سم خودش رو به اون منتقل کنه و این باعث میشه که کار شکار تموم میشه. اونا حتی توانایی شکار حیوانات بسیار بزرگی مثل گاومیش رو هم دارن. در اینجا میبینیم که والدین گوساله گاومیش به کمکش میان و سعی میکنن که جلوی شکار شدن نوزادشون رو بگیرن. اما دیگه فایده نداره چون اژدها زهرش رو به اون گوساله وارد کرده و در نهایت اون گوساله خواهد مرد. آخرین شکارچی و یکی از عجیبترین شکارچی های حیات وحش، کروکودیل هستش. موجود خزنده‌ای که حتی طول اون گاهی اوقات به 6 تا 8 متر هم میرسه و برخلاف خشکی داخل آب میتونه خیلی سریع و به راحتی هر موجودی رو شکار کنه، حتی اگه اون موجود یک گاو میشه یک تونی باشه. تمساها از زمان دایناسورها روی کره زمین زندگی می کنن و موفق شدن که از اون انقراض بزرگ جون سالم به در ببرن. خب دوستان عزیز، به انتهای این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون جالب بوده باشه و از دیدنش لذت برده باشین. در انتها ازتون میخوام اگه ویدیو رو لایک نکردین لطفاً همین الان ویدیو رو لایک کنید و توی کانال سابسکرایب کنید و زنگولرم رو علت آل بزنید تا ویدیوهای بعدیمون بهتون پیشنهاد داده بشه. شاد و پیروز باشید.